سلام و احترام خدمت شما شاگردان صنف هشتم. امروز فصل هفتم از کیمیای صنف هشتم به آخر رسید و با هم می‌خواهیم یک جای سوال‌های مربوط به این فصل را با هم کار کنیم. قبل از اینکه سوال‌ها رو کار کنیم، خلاصه از فصل هفتم رو که ما و شما در این فصل چی یاد گرفتیم با هم کار می‌کنیم و یادآوری می‌کنیم. از فصل هفتم که ما و شما چی یاد گرفتیم؟ موضوع فصل هفتم در رابطه با تیزابها بود. ما و شما یاد گرفتیم که تیزابها به مواد یا مرکبات گفته می شود که وقتی به داخل آب حل می شود آیونهای هیدروژن را برای ما و شما تولید می کنند. همچنان تیزابها را یاد گرفتیم که از جمله خواص فیزیکی آنها ذائقه ترش آنها هست و همچنان در محیط‌های لابراتواری تیزابها کاغذ لتموس آبی را به رنگ سرخ تغییر می‌دهد. و با القلی‌ها آشنا شدید، یاد گرفتیم که القلی‌ها دارای مزه یا ذائقه تلخ است و همچنان خاصیت لزج و لشم دارد. و کاغذ لتموس را هم کاغذ لتموس سرخ را در محیط‌های لابراتواری به رنگ آبی تغییر می‌دهد. همچنان یاد گرفتیم که محلول‌های تیزابی و القلی جریان برق را از خود عبور می‌دهند، به خاطر که به آیون‌های هیدروژن و هیدروکساید پارچه می‌شوند و به همین خاطر هم به جریان برق را از خود عبور می‌دهند. با معرف‌های تیزاب‌ها و القلی‌ها آشنا شدید که معرف‌ها وقتی که به محلول‌های تیزابی و القلی علاوه می‌شود باعث می‌شود که تغییر رنگ دهد و از روی تغییر رنگ ما موجودیت تیزاب یا القلی را تشخیص می دهیم. و همچنان با کاربرد تیزاب ها و القلی ها در زندگی روزمرگی آشنا شدیم که از تیزاب ها در کجاها استفاده می شود و از مرکبات القلی در کجاها استفاده می شود. خلاصه از فصل هفتم را با هم یادآوری کردیم. در ادامه می‌خواهیم سوال‌های مربوط به این فصل را با هم یک جای کار کنیم. با حل سوال‌های آخر فصل هفتم با ما همراه باشید. سوال‌های شما دارای چندین بخش است که بخش اول در رابطه با سوال‌های تشریحی است. از شما خواسته شده است سوال‌های زیر را به طور کامل جواب دهید. اولین سوال تشریحی شما این قسمی است: مرکبات زیر را به دو گروه تیزاب ها و القلی ها تفکیک کنید. الف KOH، ب H2CO3، ج H3PO4 و دال CO2 و ه K2O. برای شما مرکبات آورده شده در گزینه ها که از شما خواسته شده است که بس دو گروه تیزاب و القلی آنها را تفکیک کنید. اگر در محیط لابراتواری باشید، با استفاده از معرف‌ها شما میتونید که محلول تیزابی یا مرکب تیزابی یا القلی را مشخص کنید. در اینجا چون مرکباتی که برای شما داده شده است، از روی فرمول مولکولی آنها ما تشخیص میتیم که مرکب مورد نظر یک تیزاب است یا که یک القلی. با هم بر روی تخت سیاه تمام این مرکبات را نوشته میکنیم و به دو دسته تیزاب و القلی تفکیک میکنیم.
خب برای اینکه تشخیص بدیم شاگردا، خوب دقت کنید که مرکباتی که برای ما داده شده است، یک تیزاب است یا القلی، باید معادله کیمیایی آن رو نوشته کنید که به داخل شما یاد گرفتین که اگر مرکبی به داخل مولکول های آب وقتی که حل می شود آیون های OH منفی یا هایدروکساید را تولید کند، مرکب مورد نظر یک مرکب چی است؟ القلی است. اما اگر مرکب مورد نظر به داخل به یک گلاس آب حل شود و آیون هیدروژن یا H مثبت را تولید کند، مرکب مورد نظر یک تیزاب است. پس بنابراین ما باید معادله کیمیایی آن را نوشته کنیم. KOH وقتی به داخل یک گلاس آب یا محلل آب حل می شود، باعث می شود که پارچه شود به آیون های K مثبت و OH منفی. خب چون OH منفی را تولید کرده است، پس بنابراین مرکب مورد نظر یک مرکب چی است؟ یک مرکب القلی است. OH منفی نشان دهنده یک مرکب القلی است. خب مرکب دوم را دقت کنید. مرکب دوم وقتی که به داخل محلل آب حل میشه، باعث میشود که پارچه شود به H مثبت و HCO3 منفی. خب به فرمول دقت کنید، به آیون هایی که به مرکبی که به آیون های مورد نظر خود تفکیک یا پارچه شده است، شما H مثبت رو مشاهده میکنید. H مثبت نشان دهنده است که مرکب مورد نظر یا محلول مورد نظر یک چی است؟ یک تیزاب است. مرکب سوم رو با هم حل میکنیم. مرکب سوم هم به همین قسم وقتی که به داخل یک گلاس آب حل شود، باعث میشه که به آیون های مربوطه آن پارچه شود. آیون های H مثبت و H دو PO چهار منفی. خب چون در مرکب مورد نظر به آیون هایی که تفکیک شده است یک تا از آیون های آن H مثبت هست، پس یک تیزاب است. مرکب بعدی CO2 گاز کربن دی اکساید. گاز کربن دی اکساید وقتی که به داخل یک گلاس آب حل می شود، باعث تولید گاز H2CO3 یا کربونیک اسید می شود. H2CO3 یک تیزاب است و به داخل محلول به این صورت باقی نمیماند و پارچه می شود و آیون های مربوطش که H مثبت و HCO3 منفی است. خب در مرکب مورد نظر خوب دقت کنید، CO2 به داخل محلول مولکول های آب حل شد، H2CO3 رو تولید کرد، H2CO3 پارچه شد به آیون های مربوطش. چون در آیون هایی که تولید شده است H مثبت حضور دارد یا تولید شده است، پس بنابراین مرکب مورد نظر یا محلول مورد نظر یک چی است؟ یک تیزاب است. مرکب آخر رو با هم کار میکنیم. مرکب آخری هم وقتی به داخل یک گلاس آب حل می شود شاگردا، باعث تولید پتاشیم هایدروکساید می شود. پتاشیم هایدروکساید چون در ساختار آن اتم پتاسیم و همچنان آیون هایدروکساید موجود است، می تواند پارچه شود به آیون های مربوطه آن که K مثبت و OH
منفی است. چون OH منفی تولید شده است، پس یک چی است؟ یک القلی است. خب به این ترتیب مرکبات مختلف را که برای شما آورده شده است در سوال میتونید به آیون‌های مربوطهش تفکیک کنید و از روی آیون‌هایی که تفکیک شده است شما میتونید تشخیص بدین که مرکب مورد نظر یک القلی است یا که تیزابی. اگر OH منفی تولید شد القلی است، اگر H مثبت تولید شد مرکب مورد نظر یک چی است؟ یک تیزاب است. از روی شکل ظاهری فرمول مولکولی هم شما میتونید تشخیص بدین. در مرکب مورد نظر اول در ساختار مرکب OH وجود داره، پس یک القلی است. در مرکب بعدی اتم هیدروژن در ابتدای فرمول وجود دارد، پس یک تیزاب است. مرکب بعدی هم به این صورت. مرکب های بعدی به داخل مولکول های آب وقتی حل می شود مشخص می شود که یک محیط تیزابی رو تشکیل می دهد یا یک محیط القلی رو. با تیزاب رقیق نمک تعامل نموده و گاز هیدروژن را تولید می کند. معادله تعامل مذکور را نوشته کنید. خب معادله را با کمک هم بر روی تخته سیاه نوشته می کنیم که چی مرکباتی حاصل می شود. خب فلز جست که با ZN نوایش داده می شود با تیزاب نمک HCl است وارد تعامل می شود. مرکباتی که حاصل می شود ZN Cl2 جمع H2 که گاز هیدروژن می باشد. معادله رو اگر توضیح کنید در دو طرف معادله یک تا اتم ZN وجود دارد. در سمت راست دو تا سیل، پس در سمت چپ هم ما باید یک ضریب دو رو قرار دهیم که تعداد اتم های کلورین در دو طرف معادله با هم مساوی شود. تعداد اتم های هیدروژن هم که در دو طرف معادله با قرار دادن یک ضریب دو در این قسمت توازن شد و تعداد اتم های هیدروژن در دو سمت معادله مساوی دو شد. پس در تعامل فلز جست با HCl نمک تیزاب HCl باعث می شود که گاز هیدروژن تولید شود. سوال سوم، وقتی مرکب Na2CO3 در آب حل می شود آیون های OH منفی در آب تولید می شود. ذایقه محلول سدیم کربنی چگونه است؟ چون در سوال گفته شده از شاگرد ها که آیون های OH منفی در آب تولید میشه، پس محلول مورد نظر یک محلول چی است؟ یک محلول القلی است. و ذایقه القلی ها رو ما در درس یاد گرفتیم که القلی ها دارای ذایقه چی است؟ تلخ است. پس جواب آن میشود که ذایقه تلخ دارد. سوال چهارم، نوع یک ماده را که تیزاب است یا القلی در لابراتوارها چگونه امتحان میکنید؟ خب برای اینکه تشخیص بدیم که تیزاب یا القلی، یک مرکب مورد نظر را تشخیص بدیم که تیزاب است یا که القلی، در محیط های لابراتواری باید از چی استفاده میکردیم؟ از معرف ها که در درس هم شما یاد گرفتین که معرف ها را در محیط های لابراتواری ما و شما استفاده میکنیم که تشخیص بدیم محلول یا مرکب مورد نظر یک تیزاب است یا یک القلی. سوال پنجم، دو نوع از استعمال تیزاب ها و القلی ها را نام ببرید که در خانه شما استفاده می شود. در رابطه با استعمال تیزاب ها و القلی ها هم در درس یاد گرفتیم ما و شما که از تیزاب ها در زندگی روزمرگی استفاده می کنیم. از جمله آنها تیزاب HCl هیدروژن کلوراید است که قوی ترین تیزاب می باشد، برای از بین بردن منگ، لوله ها یا نل ها استفاده می شود. همچنان از
H2SO4 سلفوریک اسید در بطری موتورها استفاده می شد و از القلی ها هم که در زندگی روزمرگی ما شما استفاده می شود گاز امونیا NH3 است که یک القلی است در تهیه کودهای کیمیاوی در زراعت ها استفاده می شود و همچنان سدیم هایدروکساید NaOH است که در صنعت کاغذ سازی استفاده می شود. رسیدیم به سوال های چهار جوابه. از بین چهار جواب هر یک از سوال های زیر جواب صحیح رو شما مشخص کنید. اولین سوال چهار جوابه شما. به نظر شما کدام یک از مرکبات زیر هادی برق نیست؟ الف محلول استیک اسید، ب محلول سدیم کلوراید، جیم آب خالص و دال محلول کلسیم هایدروکساید. خب از بین محلول هایی که در گزینه های الف به جیم دال داده شده است شما باید مشخص کنید که کدام یک هادی برق نیست. اگر مرکبی به آیون ها تفکیک شود یا پارچه شود باعث می شود که جریان برق را از خود عبور دهد و هادی جریان برق می باشد. اگر به آیون تفکیک نشود مانند محلول های بوره یا الکل ها باعث می شود که چون به آیون تفکیک نمی شود بنابراین جریان برق را هم از خود عبور نمی دهد و هادی جریان برق نیست. این سوال شما که در کتاب درسی شما آمده است شاگردان عزیز محلول هایی که در هر کدام از گزینه ها داده شده است را با هم باید بر روی تخت سیاه کار کنیم که آیا به آیون ها تفکیک می شود یا که نه. مرکباتی که برای شما داده است خوب دقت کنید شاگردان. مرکب اول به شما گفته شده در گزینه الف که محلول استیک اسید دارای فرمول مولکولی CH3COOH است. محلول استیک اسید وقتی که به داخل یک گلاس آب حل شده باشد باعث می شود که به آیون های مربوطهش تفکیک شود. آیون های آن چی است؟ CH3CO O منفی جمع H مثبت. چون H مثبت تولید شده است پس یک چی است؟ یک تیزاب است. درست است؟ خب مرکب مورد نظر چون به آیون تفکیک شده است و از جمله تیزاب هاییست که به مقدار کم به آیون ها تفکیک می شود یعنی یک تیزابی ضعیف است اما تفکیک می شود به مقدار کم پس می تواند که هادی جریان برق باشد و جریان برق را از خود عبور دهد. مرکب بعدی را با هم کار می کنیم. NaCl که یک نمک می باشد وقتی که حل می شود به داخل یک گلاس آب باعث می شود که به آیون های آن که Na مثبت و Cl منفی می باشد پارچه می شود. چون به آیون تفکیک می شود پس بنابراین جریان برق رو هم از خود عبور می‌دهد پس هادی جریان برق است. مرکب بعدی مولکول‌های آب یا آب خالص. آب خالص از آیون‌های چی تشکیل شده است؟ از آیون‌های H مثبت و OH منفی. باز هم چون به آیون‌های H مثبت و OH منفی پارچه می‌شه خود مولکول‌های آب پس می‌تونه که جریان برق رو از خود عبور دهد به هادی جریان برق است. مرکب بعدی CaOH دو مرتبه کلسیم هایدروکساید. مرکب مورد نظر وقتی که به داخل یک گلاس آب حل می شود پارچه می شود به آیون های Ca مثبت دو جمع OH منفی. باز هم در مرکب آخری شما مشاهده میکنید که به آیون های مربوطهش تفکیک شده است و چون OH منفی تولید شده است پس یک القلی است و میتونه که جریان برق را از خود عبور دهد و هادی جریان
برق باشد. از بین مرکباتی که در گزینه ها برای شما آورده شده از شاگرد ها، هر کدام بنابرای خود به آیون های مربوطش تفکیک می شود. پس همگیشان حادی جریان برق می باشد. اما مرکب CH3COOH به مقدار کم تولید می شود به آیون هایش، پس یک حادی جریان برق ضعیف می باشد. و همچنان مرکبات بعدی، مرکب مولکول های آب هم یک حادی جریان برق ضعیف می باشد که به مقدار کم به آیون هایش تفکیک می شود. اما دو مرکب NaCl و CaOH دو مرتبه از جمله مرکباتی است که به مقدار خیلی زیاد به آیون های مربوطهشان تفکیک می شود و یک حادی جریان برق بسیار قوی می باشد. مگنزیم هایدروکساید MgOH دو مرتبه چیست؟ الف عنصر است، ب یک القلی است، جیم یک تیزاب است و دال یک اکساید است. MgOH دو مرتبه از ساختاری که مشاهده میکنید، ما شما در درس کار کردیم، چون OH در ساختار مرکب مورد نظر مشاهده میکنید، پس نشان دهنده یک القلی است. پس مرکب یک القلی است و جواب صحیح میشود گزینه ب. سوال هشتم، فرمول تیزاب نمک کدام است؟ الف HCl، ب HNO3، جیم NaCl، دال H2SO4. تیزاب نمک دارای فرمول HCl است، پس جواب صحیح می شود گزینه ای الف. سوال نهم، یکی از این تیزاب ها در بطری های موترها کاربرد زیاد دارد. الف HCl، ب H3PO4، جیم HNO2 و دال H2SO4. از جمله کاربرد های تیزاب هایی که شما یاد گرفتید، مرکب H2SO4 بود که در بطری موترها استفاده می شود. پس جواب صحیح می شود گزینه دال H2SO4 که سلفوریک اسید است. سوال دهم، القلی ها به صورت عموم چه ذائقه دارد؟ ترش، شیرین، تلخ یا که بمزه؟ القلی ها را ما شما یاد گرفتیم که دارای مزه تلخ است، پس جواب صحیح می شود گزینه جیم. سوال 11، محلول آبی الکترولیت ها چه خاصیتی دارد؟ دارای خاصیت هدایت برقی، هدایت حرارتی است یا که تشعشع نوری دارد یا که رابطه فلزی دارد؟ محلول آبی الکترولیت ها را ما شما در درس یاد گرفتیم. الکترولیت ها به محلول هایی گفته می شد که جریان برق را از خود عبور می داد، چرا که به آیون ها تفکیک می شد. پس جواب صحیح می شود گزینه الف هدایت برقی. سوال 12، پارچه شدن یک مرکب در محلول آبی به آیون های مربوطه آن عبارت است از تجزیه، تیزاب، تفکیک یا القلی. پارچه شدن یک مرکب به داخل محلول های آبی تعریف چی است؟ تعریف تفکیک است که به آیون های مربوطه آن پارچه یا تفکیک می شود. پس جواب صحیح می شود گزینه جیم. سوال 13، از تعامل فلز کلسیم با تیزاب HCl کدام گاز آزاد می شود؟ گاز کلورین، گاز اکسیژن، گاز هیدروژن یا که بخارات آب؟ خب باید معادله مورد نظر رو بر روی تخته سیاه نوشته کنیم که ببینیم چی محصولاتی تولید می شه. خب از تعامل فلز کلسیم با HCl یا تیزاب نمک، محصولاتی که تولید میشه CaCl2 جمعی گاز هیدروژن. پس در معادله رو اگر توزیع کنیم قسمی میشه، در دو طرف دو اتم کلسیم موجود است،
در طرف راست. دو اتم کلورین پس یک ضریب دو هم باید در اینجا قرار بدیم. دو اتم هیدروژن در این قسمت داریم و دو اتم هیدروژن هم در این قسمت. پس در مرکب در تعامل مورد نظر گاز چی تولید میشه؟ گاز هیدروژن. پس گاز هیدروژن که در گزینه جیم قرار گرفته است جواب صحیح میشه. رسیدیم به سوالهای جای خالی. از شما خواسته شده است که جاهای خالی سوالهای زیر رو با کلمات مناسب تکمیل نمایید. فینول فتالین در محلولهای تیزابی جای خالی و در محلولهای القلی با رنگ جای خالی ظاهر می شود. ما شما در درس کار کردیم که فینول فتالین که از جمله معرف ها می باشد در محلولهای تیزابی به رنگ می شود و در محلولهای القلی هم با رنگ سرخ ظاهر می شود. پس جای خالی اول می شود به رنگ، جای خالی دوم می شود سرخ. سوال 15 ها، محیط القلی کاغذ لیتموس سرخ را آبی رنگ می کند و محیط تیزابی کاغذ لیتموس آبی را سرخ رنگ می کند که در جای خالی اول رنگ آبی نوشته می کنید و در جای خالی دوم رنگ سرخ را نوشته می کنید. سوال 16 هم، هرگاه دو قطره میتایل اورنج که یک معرف است بر روی سطح تراش شده لیمو انداخته شود رنگ آن جای خالی می شود چون لیمو جای خالی دارد. خب میتایل اورنج از جمله معرف ها بود که اگر بر روی چند قطره از آن بر روی یک لیمو، لیمویی که بورش داده یا تراش شده است ریخته شود باعث می شود که رنگ آن سرخ شود. چرا؟ چون لیمو دارای خاصیت تیزابی است، یک مرکب تیزابی است و میتایل اورنج در محیط تیزابی رنگ سرخ را به خود می گرفت. پس جای خالی اول رنگ آن سرخ، جای خالی دوم هم چون لیمو دارای خاصیت تیزابی است. سوال 17 هم، علت هدایت برقی محلول های تیزاب و القلی وجود جای خالی در محلول است و اچ مثبت را جای خالی نیز می نامند. محلول های تیزابی و القلی و همچنان نمک ها به خاطر که به آیون های مربوطهشان پارچه می شود بناهن جریان برق را از خود عبور می دهد که تیزاب ها، محلول های تیزابی به آیون های اچ مثبت و القلی ها به آیون های او اچ منفی تفکیک می شود. پس در جای خالی نوشته می کنیم وجود آیون های اچ مثبت و او اچ منفی در محلول است. جای خالی دوم هم که گفته اچ مثبت رو آیون هیدروژن یا پروتون هم گفته می شود نیز می نامم. بخش آخر سوال های شما که مربوط به کتاب درسی شما می باشد این قسمی است. بعضی سوال ها و جواب ها در دو ستون زیر تنظیم شده است. شما بعد از مطالعه دقیق شماره جواب هر سوال رو در داخل قوس مقابل سوالان ها نوشته کنید. در نوشابه ها بیشتر وجود دارد. در نوشابه ها HNO3 یا H2CO3 استیک اسید، اکساید تیزابی یا یک القلی. در نوشابه ها ما شما یاد گرفتیم که تیزاب چی موجود است؟ تیزاب کاربونیک اسید با فرمول مولکولی H2CO3. پس به داخل قوس شما H2CO3 را نوشته میکنید. فرمول کیمیاوی تیزاب شوره است. شما با فرمول تیزاب شوره آشنا شدید که فرمول آن چی است؟ HNO3 است که به داخل ستون جواب ها شما مشاهده میکنید. پس داخل قوس HNO3 رو نوشته میکنید. در ترشی استفاده میشود. ترشی چون ذائقه ترش دارد پس دارای یک تیزاب است. تیزاب استیک اسید. پس به داخل قوس تیزاب استیک اسید رو نوشته میکنید. CaOH دو مرتبه یک اکساید تیزابی است یا که یک القلی است. بر روی فرمول مولکولی از روی فرمول مولکولیش ما شما میتونیم تشخیص بدیم که یک تیزاب است یا که القلی. چون دارای OH هست پس یک القلی است. پس به داخل قوس شما القلی نوشته میکنید. سوال آخر شما SO3 سلفر ترای اکساید یک چی است؟ یک اکساید تیزابی است. به داخل قوس اکساید تیزابی را نوشته می کنید. سلفر ترای اکساید
اکساید تیزاب H2 SO4 یا سلفوریک اسید می باشد که از تعامل SO3 با مولکول های آب تولید می شود. تیزاب که از آن در بطری های موتورها استفاده می شود. شاگردان عزیز، سوال‌های مربوط به فصل هفتم شما به آخر رسید. امیدوارم که سوال‌ها رو هم در کتابچه‌های خود به درستی حل کرده باشید و کار کرده باشید. شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدایا رو نگهدارتان.